سلام پنجشنبه و جمعه 22 و 23 خرداد 99 11 و 12 جوان 2020 میلادی وزارت بهداشت اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته بیش از 2000 نفر ابتلای جدید به کرونا برآورد شده به این ترتیب آمار رسمی حکومت صحبت از بیش از 182 هزار مبتلا و مرگ بیش از 8600 نفر رو در بر میگیره در حالی که گزارش های مستقل از منابع بیمارستانی و پزشکی کشور نشون میده که روزانه با موج جدید کرونا نزدیک به ده هزار نفر در کشور به این بیماری دارن مبتلا میشن و آمار مرگ هم بیش از ده برابر و بلکه دوازده برابر اون چیزی است که به طور رسمی وزارت بهداشت میگه استانهای هرمزگان، خوزستان، کردستان، آذربایجان غربی، لورستان وضعیت قرمز دارند به گفته وزارت بهداشت در حالی که از تهران، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و دیگر استانهای کشور هم گزارش‌های نگران کننده‌ای بیرون میاد. ایران وایر گزارش داده که در بیمارستان طالقانی آبادان تنها در یک بیمارستان یک شهر خوزستان از دوازده اسفند ماه تا کنون هفتصد مرگ بر اثر کرونا ثبت شده بر صورت کار سوء مدیریت حکومت و رفتار بیرویش در بازگشایی مؤسسات مجددا بازی با جان شهروندان ایرانی رو بالا برده آمار مرگ ابتلا و مرگ افزایش پیدا کرده و هیچ سری هم از آثار واقعی پیشگیرانه حکومت نیست در لبنان برای دومین شب متوالی معترزین به خیابان ها آمدن در بیروت و ترابلوس با نیروهای امنیتی درگیر شدند به بانک مرکزی در بیروت حمله کردند لیر لبنان سقوط کرده و هر پنج هزار لیر معادل لیر معادله یک دلار شده و وضعیت بد اقتصادی لبنان باعث شده که اعتراضات به خصوص از سوی توهیدستان بالا گرفته یک زل مهم اعتراضات متوجه حزب الله لبنان و جمهوری اسلامی ایرانی در همین حال آقای آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل به گفته رویترز در گزارش جدیدی که آماده کرده چون هر شش ماه یک بار باید گزارشی از اجرای قطنامه 2231 بده و وضعیت برجام در گزارش جدید که هنوز منتشر نشده تصریح کرده که موشک هایی که به سوی تاسیسات نفتی عربستان از سوی حوسی ها شلیک شد منشأ ایرانی داره اما هنوز گزارش منتشر نشده آقای تخت روانچی نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل تکذیب کرده این گزارش رو و عنوان کرده که دبیرخانه صلاحیت و تخصص و ظرفیت و دانش لازم رو برای چنین اظهار نظری نداره در همین حال آقای برایان هوک مسئول گروه اقدام ایران در وزارت خارجه امریکا عنوان کرد که به هر قیمت امریکا مانع تشکیل یک حزب الله جدید در مرز سعودی خواهد شد اشاره او به وضعیت حوسی های یمنه که تحت حمایت جمهوری اسلامی مدت هاست در درگیر جنگ با عربستان شدند ضمن اینکه داخل یمن هم یمن رو دو تیکه کردند اما در عراق هم آقای قاعانی جانشین آقای سلیمانی در سفر اخیری که کرد نه فقط ناچار شد ویزا بگیره بلکه گفته میشه که دیگه از تقسیم پول بین رهبران جناهای مختلف هشت و شبی خبری نبوده و او تنها انگشتر نقره به این رهبران داده اما کره جنوبی که گفته میشه بیش از 6.5 میلیارد دلار و حتی تا 9 میلیارد دلار پول ایران در بانک های کره جنوبی هست کماکان اه اه تفره میره از اینکه این پول رو برای خرید غذا و دارو منتقل کنه علت همین است که جمهوری اسلامی در همین امر هم تغلب کرده و یک نفر طبعی امریکایی اهل آلاسکا که با جمهوری اسلامی کار میکرده با درست کردن اسناد جعلی برای خرید غذا و دارو یک میلیارد دلار از پولهای ایران رو منتقل کرده به امارات و از اونجا به ایران رفته و صرف کارهای دیگه شده این موضوع باعث شده که بانک های کره جنوبی با اختاری که امریکا کرد بسیار محتاط عمل میکنند و ترجیح میدن برای اینکه مشمول جریمه های امریکا نشوند به مرور چندین و چند باره هر سندی که جمهوری اسلامی میگه بپردازند در همین حال بانک های امارات هم زیر فشار امریکا بی صدا مشغول کم کردن ارتباطاتشون هستند در حالی که امارات به عنوان دروازه خریدهای جمهوری اسلامی بعد از چین بیشترین مبادلات رو با ایران داره در همین حال دلار امریکا در بازار آزاد ارز از هجده هزار تومن عبور کرد و یورو هم رسما بیست هزار تومان معامله شد اما محمد تقیه کروبی فرزند آقای کروبی مهدی کروبی عکسی رو در اینستاگرام منتشر کرده که نشون میده دست آقای کروبی رو بیرو گچ گرفتن و در توضیح نوشته که او در یک و نیم ماه گذشته اولین بار با افت شدید فشار خون که به پنج و نیم رسیده بود سقوط کرد بعد از بیرون آمدن از حمام و بعد از اون دوباره دیگه هم سقوط کرده که یک بار هم دست او مو برداشته و گچ گرفتند وضعیت سلامتی آقای کروبی مناسب نیست در 82 سالگی بیش از 9 ساله که آقای کروبی در حسر خانگی است علی یونسی دانشجوی نخبه دانشگاه صنعتی شریف هم که دارنده ی مدال طلای المپیاد نجوم جهانی است و بازداشت خشن و تو هم با ضرب و شتمی رو دو ماه پیش داشت بعد از پنجاب و نه روز انفرادی به گفته برادرش به سلول کوچکی منتقل شده که هفت هشت نفر دیگه هم در اون هستند و علی یونسی در زندان به کرونا مبتلا شده و وضعیت سلامتی او نگران کننده از امیر حسین مرادی که او هم دانشجوی نخبه دانشگاه شریف و المپیادی هست و رشته فیزیک میخونه او هم همزمان با علی یونسی بازداشت شده و از او هیچ خبری در دست نیست اما آقای علم الهدا اظهار نظر کردند و فرمودند که تا حرم رضوی باز نشود مشکل اقتصادی ایران حل نمیشه به امید پیروزی ایران و ایران